شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الذي انزل فيه القرآن. بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم در هر کجا که هستین در ایران و در سراسر دنیا موفق و پیروز باشین و طاعات و عبادات شما در این ایام ماه مبارک رمضان مورد قبول خدا قرار بگیره. باز هم در خدمت برادر رحمان هستین، سلام میکنم به شما، امیدوارم که نماز روزه شما هم قبول باشه که حتما هست. بفرمایید. منم سلام میکنم خدمت شما و همینطور سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی و با آرزوی موفقیت و توفیق در همه کارهایی که انجام میدن در خدمت شما هستیم. بله برادر رحمان، اگه موافق باشین بحثمون رو ادامه بدیم. شما در برنامه قبلی اشاره کردیم به روش‌های مدیران اجرایی از دیدگاه حضرت علی. بله. و نامه‌ای که به مالک اشتر نوشته بود. بله، در اون برنامه گفتیم که روش‌های حضرت علی چی بود. عرض کنم وقتی آدم این رژیم رو می‌بینه، آخوندهای حاکم رو می‌بینه، می‌بینه که نگرش اینها نسبت به مردم اینه که کار مردم را برده خود میدونم و تمام مردم را شلاق کش میکنم برای منافع خودشون، برای اینکه پول و غارت بیشتری از اینها به دست بیارن، در حالی که روش حضرت علی خلاف این بود و به مالکشتر می نویسه کسانی که برای مدیران اجرایی به عنوان مدیران اجرایی میخواهید نسبشون کنی، عرض کنم اگر اونها این کاره باشن خائنن، اگر به مردم خدمت نکنن خائنن. حال به موضوع جدیدی میرسیم به نام خراج یا همون مالیات. ببینیم که حضرت علی در این باره برخوردش با مردم چگونه است و چه توصیه هایی برای مالکشتر میکنه. حضرت می نویسه در کار خراج یعنی همه مالیات وارد بشو و بررسی کن. مالیات گرفتن برای به چرخش در آوردن موضوعی است که مردم برای آن پول دادند، یعنی به چشم ببینن این مقدار پولی که دادند صرف چه چیزی شده تا آن را درک بکنن. اگر مالیات گرفتن بدون به چرخش در آوردن کارها برای شکوفایی شهرها و کشور صرف شود، کشور را خراب می کند، مردم را هلاک می کند، یعنی فقیرتر می کند. اگر مردم از سنگینی مالیات شکایت کردند یا به دلایلی محل درآمد آنها آسیب دیده باشه، مثل کشت و زرعشون خراب شده باشه، باید بار آنها را سبک کنی، بعد کارشان را سامان بدهی. بدان که سبک کردن بار آنها بر تو سنگین نباید بشود، زیرا این کار تو ذخیره می شود، یعنی وقتی آنها دستشون به اصطلاح به چیزی رسید یا گشایشی در کارشون انجام ایجاد شد برای شما حتما خواهند داد. بعد عدالت را در میان آنها برقرار کرده ای و رضایت و اعتماد مردم را به دست آورده ای و آنها با شیوه کار تو آشنا شدند. شهرها جز با تنگ دستی مردم ویران نمی شود. مردم وقتی تنگ دست هستند و والی از آنها مالیات بگیرد، والی دیگر نمیتواند در سر کار ماندن خود اطمینان حاصل بکند، مثل آخوندهای کلان هستند، و از آنچه مایه عبرت هست سود بر نمیدارد. ملاحظه میکنی که دیدگاه حضرت علی در مورد مالیات فقط به چرخش در آوردن امورات مردم و همینطور آباد کردن شهرهاست، در حالی که به اعتراف خود رئیسی جلاد 16 میلیون در ایران بی خانمان است که اسمش رو گذاشته حاشیه نشین، گور خواب است، عرض کنم کارتون خواب است، و بنا به اعتراف رسانه‌های رژیم هر روز فاصله طبقاتی عمیق‌تر میشه. بعد رژیم از کارکنان و اهم از اینکه کارگر باشن یا کارمند باشن حق بازنشستگی میگیره، حق بیمه درمان میگیره، ولی اونها را مصادره میکنه یا خالی میکنه صندوقهاشون رو. مردمی که پول دادن برای کاری دیگه دستشون به جای بند نمیشه. من این کاملا مشخصه و دارم که اشاره کردین، واقعا وضعیت امروز تو ایران رو آدم میبینه، مردم
چه وضعیتی دارن؟ بعد در نقطه مقابلش آقازاده ها چطور میلیارد دلار رو هزینه میکنن؟ بله، این حرف کاملا درسته. اجازه بده من یک نمونه از همین روزنامه رژیم، که روزنامه جوان رژیم در دهه اسفند نوشته. ببینید چی نوشته. نوشته در انگلیس بیش از 4000 آقازاده در حال تحصیل هستند. عمده آقازاده ها به کشور باز میگردند و سهم خواهی میکنند. حضور پررنگ این آقازاده ها در تصمیم گیری و تصمیم سازی بحران ساز می شود، چون رانت و امکانات فوق العاده برای 4000 آقازاده به معنی ضایع شدن حق 4 میلیون ایرانی زاده دیگر است. ببینید، به ازای هر 1000 نفر برای اینا پول میدن، در حالی که 10000 کودک کار در ایران وجود داره که 14 ساعت توی زباله ها میگردن برای یه لقمه نان. میبینه که آخوندها تماماً اعمال و کارهایشون متضاد با روشهای حضرت علی علیه السلام است. یعنی دو طرز فکر کاملا متضاد، یکی در خدمت مردم، یکی مردم را شلاق کش کردن برای منافع خود. خب برادرم، خیلی ممنون. اگه موافق باشین بحثمون رو همینجا متوقف کنیم به خاطر ضیق وقت، و بحث رو تو برنامه بعدی ادامه بدیم. بله. و شما بینندگان عزیز هم تشکر میکنم که با ما در این برنامه همراه بودین. خدا نگهدار تا برنامه بعدی.